تخلص كنت خب خب به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند خودم، دوستداران مثنوی، دوستداران قصه های مثنوی، دوستداران اخلاق مثنوی و معارف مثنوی. همطور که اطلاع دارید ما الان داریم دفتر سوم رو از به اصطلاح مثنوی مورد بحث و بررسی قرار میدیم تحت عنوان هماندیشی با مولانا در قرائت تحلیلی داستانهای مثنوی. داستانی که از هفته گذشته شروع کردیم در واقع داستان حضرت موسی بود. گفتم که مولانا داستان حضرت موسی رو از زیر صفر در واقع شروع کرد، از منهای صفر شروع کرد، یعنی از زمانی که موسی به دنیا نیامده بود و پدر او عمران در واقع به عنوان مشاور امور یهودیان یا بنی اسرائیلیان به قول خودشون در مثنوی با فرعون همکاری میکرد. فرعون در به اصطلاح خوابی که دیده بود و یا تعبیری که براش شده بود گفته بودن که یک موسایی به دنیا میاد، یک به اصطلاح فرزندی در بنی اسرائیل به دنیا میاد که حکومت تو رو از بین خواهد. خب او مثل بقیه دیکتاتورهای زمان تلاش کرد که اساساً جلوی این کار رو بگیره. من دارم خیلی خلاصه داستان براتون میگم. این کار رو بگیره به هم دلیل یک بارعه میداد در مثلا شهر خودش و این اسرائیلیان رو دعوت کرد که تو اون بارعه، به خصوص مردا رو دعوت کرد که تو اون بارعه شرکت کنن با این مثلا انگیزه که یک فرعون میخواد خودشو به شما نشون بده که این خیلی پریویلیج بزرگی بود، دوم این که بساط جشن و پایکوبی و شراب و شیرینی و شام و این صحبت ها و موسیقی و رقص و فلان تا صبح، شما آقایون اینجا مهمان پادشاه هستید، بخور و بریز و بپاچه و به شرطی که منزل تشریف نبرید. اون شبی بوده که احتمالا میخواسته نطفه موسی بسته بشه. این با این ترفند میخواد جلوی قضیه رو بگیره، اما غافل از آن که خدا کشتی آنجا که خواهد برد وگر ناخدا جامه برتند. اینو خدا میخواست این اتفاق بود. اتفاقا خود پدر آقای موسی که اسمش هم عمرانه و همین دلیل ما بهش میگیم موسی عمران، ایشون ملازم پادشاه است، کنار اتاق پادشاه که مشرف، یعنی قصر پادشاه مشرف بر میدان، اسرائیلیا داخل میدانه، نصف شب ایشون پلوی خود پادشاه نزدیک پادشاه اتاق بغل خوابیده. اتفاقا نصف شب یهو میبینه یکی اومده بیدارش میکنه، نگاه میکنه میبینه همسرشه، میگه شما اینجا چیکار میکنی؟ میگه چی، دلم هوای تو رو کرده، دیدم نیومده خونه، اومدم خودم اومدم سراغت محل کار. هیچ ایشون به قول مولانا شروع میکنه به بوسیدنش و فلان و بیسار، و اون کاری که فرعون نمیخواست اتفاق بیفته اتفاق میفته. به قول مولانا عمران امانت را سپرد. وقتی این اتفاق میفته چی میشه؟ ستاره ظهور منجی در آسمان هویدا میشه، مردم بنی اسرائیل که توی اون میدون هستن فریاد شادی میکشن و خوشحالی میکنن و فلان و بسار. فرعون هم که دل واپس شده میاد ببین چه خبره، بهش میگن آقا چیزی نیست، این اسرائیلیان خوشحالی دارن میکنن به خاطر اینکه هر حال پادشاه بهشون لطف کرد و خلاص. نمیگن که اون ستاره پیدا شد. تا اینکه فردا صبحش که میشه منجمان و معبران و تعبیر کنندگان با لب لوچه آویزون میان میگن قربان بله اون کاری که نباید میشده شده، اون ستاره ظاهر شده، یعنی نطفه بسته شده. خب چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ میگن حالا دیر نشده، ما نتونستیم جلوی انعقاد نطفه رو بگیریم، اما میتونیم بچه رو که نابود کنیم. بنابراین ما همگی با هم حواسمون جمعه سر 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت، حالا اگر فکر کنیم که این دوران حاملگی طول میکشه، از امروز روز شمار مراقبیم تا وقتی که این چیز به سر بچه به دنیا بیاد. وقتی بچه به دنیا بیاد اون وقت میایم چیکار میکنیم؟ میایم دعوت میکنیم حالا همه زنان رو، و این کارم میکنن همه زنانی که بچه‌ای به دنیا آوردن در اون پریود زمانی حالا یه ماهه، میگن که همتون رو حالا پادشاه دعوت کرده که
اون دفعه 9 ماه پیش مثلا مردا دعوت بودن، حالا خانوما دعوتن، اونا رو دعوت میکنیم و بهشون شیرینی و غذا و میدیم. برای بچه هایی که به دنیا آوردن ما مثلا جایزه میدیم، به بچه هاشون هم یه ولیمه مثلا میدیم. این زنهای بنده خدا هم روی به اصطلاح این اعتمادی که به فرعون میکنن را میافتن و میرن و اونا هم نگاه میکنن. خب با بچه های دختر کاری ندارن، اما هر بچه پسری رو چیکار میکنن؟ میگیرن و سرشو میبردن و به این شکل دلشون میخواد که به خیال خودشون که مقدرات خداوند رو چیکار کنن؟ به اسلام خونسا کنن. این اتفاق نید. خب مادر موسی از طریق عمران خبر داشت که چه اتفاقاتی میخواد بیفته، چیکار میکنه؟ میاد موسی رو قایم میکنه، در یه مرحله میذارش تو تنور، وقتی که بازرسان میاد مرحله دوم باز نمامان و به اصطلاح جاسوسا میگن باید دقیقتر نگاه کنید. این بار خداوند بهش وحی میکنه که این بچه رو بذار توی سبد و بسپر به آب رودخانه نیل. این گریه زاری میکنه، خداوند میفرمایه که نگران نباش، ما این بچه رو به تو برمیگرد و این کار رو انجام میدن، میذارنش توی آب و حالا 100 متر برتر، 1000 متر برتر، هر چقدر اتفاقا یه شاخه آب از داخل قصر رو عبور میکرده، این هم یه راست بیاد تو قصر. همونجا جناب فرعون با همسرش آسیه نشستن، حالا عصرونه دارن میخورن، چایی میخورن، هر کاری میکنن، یه ببینن یه سبد اومده یه بچه توشه. خداوند در قرآن میفرماید که ما مهر موسی را بر دل فرعون انداختیم. ببین، یعنی همین که میگه خدا کشتی آنجا که خواهد برد وگر ناخدا جامه برد، میگه ما، مولانا یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه که نقش با نقاش نمیتونه مبارزه کنه، امکان نداره که نقش با نقاش بتونه مبارزه کنه. چرا؟ به دلیل اینکه این نقاش هست که نقش را خلق میکنه. چجوری بگم؟ به زبان ساده، هیچ نقشی نمیتونه به نقاش خودش دهنکجی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخواد دهنکجی هم بکنه، نقاش باید او را دهنکج ترسیم کند، امکان نداره اون بتونه به اصطلاح دهنکجی به نقاش بکنه. پس بنابراین خداوند میفرماید که ما مهر موسی را در دل فرعون و آسیه انداختیم. آسیه مرگش گفت فرعون بله، ببین چه بچه قشنگیه، ببین چقدر مثلا تو پل فرس، حالا من این تعبیرات منه، مثلا اینجوریه، چقدر چشمای قشنگی داره، ما میتونیم اینو مثل به عنوان بچه خودمون نگهش داریم، ازش نگهداری کنیم، شاید خیر برکتی هم از وجود او برای ما به سر وجود بیاد. فرعون میگه باشه. یعنی چی؟ یعنی خدا گوش فرعون میگیره، بهش میگه بی زحمت دشمن خودت رو تو بغل خودت پرورش بده. فرعون هم این کارو میکنه، این دشمن خودش رو توی بغل خودش بزرگ میکنه، تا اون داستانی که دیگه این به عنوان پرنس بزرگ شده، تا اون ماجرای درگیریش با به اصطلاح قبطی ها و اینا اتفاق میفته، یکی از قبطی ها رو میزنه میکشه با یه مشت و فرار میکنه، میره و بعد از حالا به قولی 7 سال به قولی 14 سال بر میگرده میاد. ایاتون باشه من اینجا یه بحث حقوقی رو مطرح کردم، من بیاتون هست گفتم که به هر حال موسی از دیدگاه فرعون و فرعونیان یه کریمیناله، یه مجرمه، بالاخره یکی رو کشته، یه خودش یه گناه، از دست قانون هم فرار کرده، پس شد 2 تا گناه، حالا با پای خودش برگشته. اما سوال، خب پس چرا فرعون اینقدر با مماشات با به اصطلاح موسی برخورد میکنه؟ این دوتا گناه که داره، گناه سومش اینه که بر علیه حکومت فرعون هم ربله، یعنی اومده حالا با فرعون درگیرم شده، میگه آقا تو نباید ادعای خدایی کنی، تو نباید به مردم مثلا بنی اسرائیل ظلم کنی، تو مثلا سیاستت غلطه، اینجوری اونجوریه، این خودش اصلا بنزه کافی جرم هست که یکی رو بخوان ترتیبش بدن، اونم در یه حکومت دیکتاتوری مثل مثلا فرعون. سوال اینه که چرا بس فرعون با موسی خشن برخورد نمیکنه؟ بلافاصله تا میبینتش میگه آقا بگیری زندانیش کنید، انفرادی، بعد محاکمه، بعد مثلا اعدام، میتونست این کار بکنه دیگه، کی میخواد جلوشو بگیره؟ اما جوابش اینه، یادتون باشه
توی قرآن نمیگه وقتی که موسی برگشت به مصر همه از راه رسید، مثلا یه راه افتاد با داداشش رفت مثلا سراغ مثلا فرعون. اولا یادتون باشه برادر موسی که اصلا تو قصر که نبوده، خیلی هم شاید موسی رو درست حساب هم نمیشناخته، خود موسی هم شاید اصلا برادرش رو درست هارون رو درست حسابی نمیشناخته، چون اون تو قصر بزرگ شده بود، اون بنده خدا توی اون بنی اسرائیل جزء اون اسرا بود. یه نکته هم یادتون باشه، بنی اسرائیل از زمان حضرت یوسف تا زمان موسی یه چیزی حدود 500 سال فاصله است بینشون ها. فکر نکنید که اینجوری 500 سال، 5 نسل اینها در مصر زندگی کردن، از بعد از حضرت یوسف که اون وقعی مقامی بوده برای خودش. اینا جمعیتشون بوده 400-500 هزار نفر شده، بین 300-500 هزار نفر آمار میدن، 300-500 هزار نفر جمعیت بنی اسرائیله. و اون موقع هستش که وقتی موسی میاد، اولا موسی به صورت مخفی وارد مصر میشه، نه همینطوری علنی وارد بشه بگه بنده موسی، نه واقعا به عنوان یه چوپان ناشناس، خب کسی هم نمیشناختش دیگه، 14 سال گذشته بود، یک بعدم لباساش دیگه عوض شده بود، قیافش عوض شده بود، ریش گذاشته بود، مثلا دیگه اون دکوراسیون پرنس مصری رو دیگه نداشت، میدونی چی میخوام بگم، قیافش کلا عوض شد. حالا اومده بود، رفته بود داخل بنی اسرائیل، اونجا با برادرش آشنا میشه، بعد با اونا کار میکنه، بعد بنی اسرائیل بهش ایمان میارن به عنوان منجی، قبولش میکنن، یه سری به اصطلاح معجزات بارون رو انجام میده. حالا دیگه موسی یه آدم نیست، یه سلبریتی سیاسیه در واقع، میدونی چی میخوام بگم، یه سلبریتی سیاسی که 500 هزار تا فالوور داره. به همین دلیل هستش که وقتی میاد در مقابل فرعون قرار میگیره، دیگه فرعون با یه آدم سرکار نداره، با یه جریان سرکار داره. چرا؟ چون میدونه که اگر یهو اینو بگیره زندانی کفرا، ممکنه شورش بشه داخل کشور، و بنابراین مجبوره که با موسی چیکار کنه، مماشات بکنه. نمیاد از طریق زور و قدرت سیاسی با قضیه برخورد کنه، بلکه میاد چیکار میکنه، میگه که من تو رو به عنوان یک دروغگو میشناسم و ضمن تو یک مثلا کریمینال هم هستی. یادتون هست اون قسمت آخری که جلسه گذشته داشتم میخوندم براتون، همینا بود، میگفتش که تو کار بدی کردی، تو ایجاد ترس و وحشت کردی، تو یکی رو کشتی بعد فرار کردی. اینا رو بهش سرزنش میکنه، بهش اینا رو میگه، و بعدم میگه که حالا اومدی داری واسه ما افسونگری میکنی و نمیدونم مار واسه ما نشون میدی و نمیدونم اینجوری میکنی اونجوری میکنی و میخوای ما رو بترسونی و ما اصلا نمیترسیم و باید مبارزه میکنیم و تو افسونگری، تو جادوگری. میخواد بیابرو کنه در واقع موسی رو، میدونی چی میخوام بگم، برخورد بسیار اجتماعی فرهنگی میخواد باش بکنه، که اول بیابروش بکنه، از چشم مردمان بندازدش، بعدا هر بلایی سرش خواست بیاره دیگه بیاره، کسی دیگه مثلا طرفدارش نباشه. سیاست فرعونی. خب بعد دیگه که خب دیگه داریم میرسیم به اونجایی که دیگه قصه‌مون داره به پایان میرسه. بعد میگه که ولی برای اینکه من تو رو به صلاح شکستت بدم و سحر تو رو اثبات کنم که تو یک جادوگر بیشتر نیستی، بعد یه مهلت به من بدی، بعد 40 روز من به صلاح 40 روز تموز، 40 روز تموز، تموز یعنی تابستان میدونید که، بعد یعنی 40 روز تموز یعنی 40 روز کامل، 40 روز بلند زمان میخوام از یادتون باشه کلمه 40 هم کلمه عدد کامله، یعنی الزاماً 40 به من یه 40 روز به تو رخص نیست، یعنی یه پریود زمانی قابل قبول. اصلا این که میگن طرف در 40 سالگی به کمال عقل میرسه، طرف 40 نشینی میکنه، 40 روز فقط آقا مثلا شما عزاداری کنی، بعد از 40 روز مثلا صاحب عزا رو از عزا درش بیارید دیگه، بگید لباس مشکی آقا در بیار فلان کن. دیدید که این کلمه 40 بر ما مفهوم داره. میخوام بگم که 40 یعنی یه پریود قابل قبولی که دیگه برای انجام یه کار کفایت میکنه، کمترش کمه، بیشترش هم لزومی نداره، چه عدد مثلا مناسب، میگن عدد کامل، اصطلاحا میگن عدد کامل. برای من میگه بعد شما 40 روز من مهلت. اول موسی میگه نه،
ولی بعدا خداوند بهش وحی میکنه که موسی نگران نباش، اینا هر کاری بخوام بکنم، هر طرفی میخوام بزنم، ما تو رو حمایت میکنیم و به اصطلاح تو پیروز این ماجرا خواهی شد. حالا این 40 روزه موسی منتظره جناب فرعون نمایندگان خودشون به اقصا نقاط حالا کشور مصر و حتی احتمالا کشورهای همجوار مثلا فرستاده که بهترین به اصطلاح چیزها رو، بهترین جادوگران و ساحران رو جمع کنن، بردارن بیارن که در مقابل موسی بتونن ارزندگی کنن. ما قصه‌مون جلسه گذشته اینجا به پایان است، اما حالا ادامه داستان اینجا میگه هر طرف که ساغری بود نامدار، کرد پران سوی او 10 پیک کار. دو جوان بودند ساحر مشتهر، سحر ایشان در دل مه مستمر. اولا مشتهر یعنی اشتهار یافته، یعنی آدم های معروف بودن. دو تا جوان بودن که سرآمد ساحران مصر بودن به قول من. اینا باباشون هم ساحر بود که اینا زیر دست اون بابای دیگه تعلیمات ویژه دیده بودن و خیلی دیگه سطح 1 سحر بودن. دو جوان بودن ساحر مشتهر، سحر ایشان در دل مه مستمر، یعنی اینا حتی تو ماه هم میتونستن که سحر بکنن. شیر دوشیده ز مه فاش آشکار، در صفحه ها رفته بر خم میسوار. شکل کربا و سینه بوده ماهتاب، آن بپیموده فروشیده شتا. سیم برده مشتری آخر از آن، گشته آگاه و دو دست خود گزان. حالا یه چشمه برای که قدرت این آقایون ساحرها رو نشون بده، میگه که اینا انقدر به اصطلاح سطح بالا بود سحرشون که میتونستن از ماه شیر بدوشن. شنیده میگن از آب گلالود کره بگیره طرف؟ اینا این اصطلاح رو به این شکل بکاره، از ماه میتونستن شیر بدوشن. چطوری؟ اولا تو سفرها به یه خم سوار میشن، خم دیگه خمره دیگه، میتونستن با خم سفر کنن. مثلا اینجور به نظر میومد که اینا روی خمره سوارن و با یه خمره مثلا میونه زمین و هوا پرواز بکنن بیره. ما مهتاب رو به شکل کرباس در میوردن، پارچه اندازه گیری میکردن میفروختن به مردم. این چطور؟ یعنی مردم رو، چشم مردم رو سحر کرد. مهتاب رو که چون رنگش سفیده مثل چلوار، به صورت پارچه سفید در می آوردن، اندازه گیری می کردن می فروختن به مردم، پول از مردم می گرفتن. بعدن تازه وقتی اینا می رفتن مردم می دن هیچی تو دستشون نیست، این چلوار سفید نور مهتابه و دست خودشون رو می گزیدن. یعنی اینقدر اینا ساحر بودن و می تونستن چشم بندی کنن و مردم رو اخفا کنن. چون به دیشان آمدان پیغام شاه، که از شما شاه است اکنون چاره خواه. از پی آن که دو درویش آمدند، بر شاه و بر قصر او موکب زدند. نیست با ایشان به غیر یک عصا، که همی گردد به امرش اژدها. شاه و لشکر جمله بیچاره شدند، زین تو کس جمله به افغان آمدند. چاره جویان بنده را پیش شما، شاه از آن ارسال فرموده است تا چاره ای سازید اندر دفعشان. گنجا بخشد عوض شه بی کرام. میبینید اومدن پیغام آوریش اومدن پیش این آقایون ساحران که آقا دستمون به دامنتون، پادشاه ما رو فرستاده که از شما استمداد کنیم، کمک بگیریم. دو تا درویش اومدن، هیچ امرشون نیست، یه چوب دستشونه، با این چوبی که تو دستشونه سحر و جادو میکنن، ما رو کلافه کردن. شما باید بیاین کمک کنید که سحر و جادو اینا باطل بشه. شاه هم قول داده که بیشترین به سلام هدایا رو به شما بده، جایزه های فوق‌العاده. آن دو ساحر را چون این پیغام داد، ترس و مهری در دل هر دو فتاد. عرق جنسیت چو جنبیدن گرفت، سر به زانو برنهادند از شگفت. میبینید این آقایون ساحرا بالاخره با آداب و رسوم مثل آشنان، وقتی بهشون میگن که آقا دوتا درویش اومدن، این دوتا درویش چی ندارن از ابزار ساحری، یه چوب فقط رو دستشونه و با این چوب دارن سحر میکنن،
اینا به اصطلاح تعجب میکنن، مگه میشه فقط با یه چوب سرکه؟ حالا اینا مثلا برای خودشون کیسه ای داشتن، تناب داشتن، نمیدونم چی داشتن، فلان داشت، هزار یه جور ابزار. دیدید تو این شعبده بازار چقدر ابزار همراهشون میخوان یه کاری، یه مثلا چون جلسه ای رو برگزار کنن. اینا تعجب میکنن، به فکر فرو میرن و هم خوششون میاد از شنیدن اینکه دو تا ساحر انقدر در سطح بالا هستن با یه چوب دارن سهم، همینا هم براشون وهمم ایجاد میشه، میترسنن که اینا کیان، چجور ساحرایی هست. خب مولانا اینجا یک اونا میگه اونا سر به زانو گذاشتن، یعنی شروع کردن به فکر کردن که این دوتا درویش، اون دوتا پسر جوان، راجب این دوتا درویشی که راجبشون صحبت میشه به فکر فرو رفت. بعد میگه چون دبیرستان و صوفی زانو هست، حل مشکل را دو زانو جادو هست. میبینید میگه دبیرستان صوفی، صوفی یعنی چی؟ یعنی انسانی که به اصطلاح درویش مسلکه، انسانی که عارف مسلکه، و اینا سرشون به زانوه، سرشون به زانوه یعنی تعمق میکنه، و دبیرستانشون اونجاست، تعمق کردنه، فکر کردنه. پس میگه که چون دبیرستان صوفی زانو است، حل مشکل را دو زانو جادو است. ببینید مولانا تو همین یه بیت دیدگاه خودش رو و موضع خودش رو نسبت به اون دوتا ساحر جوان مشخص میکنه، که پس اونا هم یه حالت گویا صوفی مانندی در دلشون داشتن که به زانو سر گذاشتن و شروع کردن به تعمق کردن که جریان از چه قرار. بعد از اون گفتن ای مادر بیا، گور بابا کو تو ما را رهنما، بردشان بر گور او بنمود راه، پس سه روزه داشتن از بهرشان. آنگه هم گفتن ای بابا به ما، شاه پیغامی فرستاد از وجا، وجا یعنی ترس و اندوه، که دو مرد او را به تنگ آوردن، آبرویش پیش لشکر بردن، نیست با ایشان سلاح و لشکری، جز عصا و در عصا شور و شنی، تو جهان راستان در رفته ای، گرچه در صورت به خاکی خفته ای، آن اگر سحر است ما را ده خبر، ور خدایی باشد ای جان پدر، هم خبر ده تا که ما سجده کنیم، خیشتن بر کیمیایی بس. ببینید چقدر این بخش جالبه که نشون دهنده اون روشن بینی این دوتا جوونه. میرن پیش مادرشون میگن آقا مادر جان، بعد معلومه که مدتی هم بوده در سفر بودن و بابای مرده، اصلا خبر ندارن باباشون کجا دفن. مادر رفتن پیش مادره میگن جناب مادر جان بعد ما رو ببر بالا سر قبر بابا. میرن بالا سر قبر بابای و سه روز اونجا روزه میگیرن و مثلا عبادت میکنن و فلان دعا میخونن این حرفا، و از پدرشون استمداد میکنن که پدر تو که الان در سرزمین راستان هستی، یعنی تو عالم باقی هست، همه چیز بر تو آشکاره، اگر تو به ما کمک کن، اگر واقعا اینا ساحرن، خب به ما بگو که جوری سحرشون رو به سر خونسا کنیم، اگرم که نه واقعا الهی و خدایی هستن، باز به ما بگو که ما دیگه نریم با این بنده خدا وارد به اصطلاح مبارزه جادو بشیم، بریم خودمون رو به اونها بزنیم. یعنی چی؟ یعنی اونها مثل کیمیایی هستن که مثل وجود ما رو هم اونها طلا بکنن، مثل خودشون بکنن. اگر طرف ساحر نیست، پس معلومه یه به اصطلاح چیز خدایی داره، یک فره ایزدی داره که میتونه با یه چوبی همچه سحری رو بکنه. بنابراین اینا از پدرشون درخواست میکنن که به اینا کمک کنن. گفتشون در خواب که ای اولاد من، نیست ممکن ظاهرین را دم زدن، فاش مطلق گفتنم دستور نیست، گرچه راز از پیش چشمم دور نیست، لیک بنمایم نشانی با شما، تا شود پیدا شما را این خفا، دور چشمانم چون جاگه روید، از مقام خفتنش آگه شد، آن زمان که خفته باشد آن حکیم، آن عصا گیرید و بگذارید بید، پس یقین دانید ایشان ساحرند، اندر این فن چون شما نیماهرند. خب بخش اول صحبتش اینه، جناب بابای ساحر اینا در خواب میاد و با اینا صحبت میگه که ببین
من نمیتونم، من میدونم که اینا ساحر هستن یا نیستن، اما من همچین دستوری ندارم، حق ندارم اسرار عالم الوی رو به عالم دنیایی بگم. اما فقط یه نشان بهتون میدم و این که وقتی رفتید سراغ این آقایون، برید ببینید که اون زمانی که اینا خوابن، سعی کنید که به عصای اینها دست بزنید. اگر عصاشون به اصطلاح تونستید بردارید و مثلا باش کار بکنید و اتفاقی هم نیفتاد، اصلا همون عصا بود، پس معلومه که اینا ساحر هم. یعنی چون وقتی که ساحر میخوابه به اصطلاح سحرش هم خونساست، سحر وقتی فعاله که ساحر میداره. بنابراین اگر رفتید و عصاشو تونستید دست بزنید و بردارید، خب معلومه ساحر هم قدر مسلم به اندازه شما ماهر نیستن. چون شما رو خودم تربیت کردم، میدونم شما سطح به اصطلاح مهارتون بوده و نتوانید و نبتوانید. هان ایزدی است، او رسول ذوالجلال مهتدی است. مهتدی یعنی هدایت شده. و نبتوانید هان ایزدی است، او رسول ذوالجلال مهتدی است. در جهان فرعون بگیرد شرق و غرب، سرنگون آید زحق در گاه هر. این نشان راست دادم جان باب، برنویس الله اعلم بستم جان باب، چون بخود و ساحری سحر و متنش را نباشد رهبری. چون که چوپان خوف گرگ ایمن شود، چون که خوف آن جهد او ساکن شود. لیک حیوانی که چوپانش خداست، گرگ را آنجا امید و ره کجاست. ببینید این کلمات ساده‌ای که مولانا داره از زبان اون بابای ساحر که در خواب داره به این پسراش درس میده، داره اینجا بیان میشه، لب کل اصل مطلب این داستانه. دقت کنید، خیلی هم ساده است. اینجوری گفتی که آقا برید دست بزنید، اگر دیدید که چوبشو میتونید بردارید ساحره، اگر رفتی نتونستی چوبشو بردارید، بدون که این دیگه ساحر نیست، علی رغمی که خوابه، ولی چوبش به اصطلاح همچنان اژدها میشه، همچنان فعاله، این دیگه ساحر نیست، این یه لطف الهیست. و اگر فرعون شرق و غرب جهان رو بگیره، ولی در جنگ با حق سرنگون خواهد شد. من این نشان رو بهتون دادم، برید و چیز کنید، برید و این تمرین رو بکنید. چوپان وقتی که میخوابه گرگ ایمنه، میتونه به گله بزار چوپان حمله کنه. مثال زد دیگه، مثلا چوپان فرش حضرت موسی است و مثلا گوسفنداش هم که گوسفندا هستن، اون همون چوبشه دیگه، برای این گرگ میتونه به گوسفند حمله کنه. اما اگه که بیدار باشه دیگه گرگ نمیتونه حمله کنه، چون دفاع میکنه. و خداوند هم اگر به سلام رمه ای دارد از چه میدونم حالا پیامبران، گروهی داره از پیامبران، مانند چوپانیست که هرگز نمیخوابد و مواظب اونا هست. خب پس بنابراین بدونید که اگر نتونستید به چوبش دست بزنید، بدونید که اینا یه سرسری به خدا دارد. هر دو از گورش دوان گشتن تر، تا به مست از بهر این پیکار زفت. پیکار زفت یعنی جنگ زفت، زفت یعنی سخت، سنگین. را افتادن برن مست که خودشون آماده کردن که برن به مصر رو ببینن این دوتا چوپو، این دوتا درویش کیان و چه کارن. چون به مصر از بهر آن کار آمدن، طالب موسی و خانه او شدن. اتفاق افتاد کان روز ورود، موسی اندر زیر نخلی خفته بود. پس نشان دادندشان مردم ایان، کشف نفستان بجوید این زمان. اینا وارد مصر میشن و میرن تو محله حضرت موسی، پرسان میپرسن که آقا این موسی اون درویشه فلان بیسار که یه چوبی داره و نه فلان کیه و کجاست، و اونا میگن که آقا اونا تو نخلستون خوابیده. اینا میرن سراغش توی نخلستان. حالا تصور بکنید که این نخلستان مثلا یه لبه تپهیه، نخل اون بالاش صافه، این حضرت موسی تو نخلستون زیر که از این درخت ها زیر سایه نخل خوابیده و بغلش هم یه تپه سوریم. پس میگه که آمدن آن هر دو تا
خرمابنان خفته بود و لیک بیدار جهان. بهر نازش بسته بود او چشم سر، عرش و فرشش جمله در پیش نظر. یادتون باشه یه جای دیگه هم یه کسی دیگه هم خوابیده بود، یادتون میاد زیر نخل توی مدینه خوابیده بود، بعد یه نماینده از روم اومد، گفتن کجاست، گفت زیر اون درخت رف. نگاه کرد وقتی که رف سراغش دید هیبت این آدمی که خوابیده این نماینده روم رو گرفت. اون کی بود؟ عمر. آفرین، عمر ابن خطاب. خب میگه این دوتا اومدن سراغ این آقای موسی، دیدن آره خوابیده. وقت مولانا میگه بحر نازش بسته بود این چشم سر، اون چشمای سرش بسته بود، ولی عرش و فرشش جمله در پیش نظر، ولی عرش و فرش در جلوی چشمان بود. حضرت پیامبرم همین حرف رو میگه، میگه که چشم من خفته دلم بیدار دان، جسم بیکار مرا در کار. گفت من چشمم بسته است، من چشمم خفته اما دل من بیداره، جسم من بیکاره اما در کاره، داره در عرش و فرش سیر میکنه. اینم همین حرفو داره میزنه. آمدن اینا میگن، بعد مولانا از این چی میگه؟ نجیب دیده میکنه، درس میکنه، میگه ای بسا بیدار چشم خفته دل، با چه بیند چشم اهل آب و گل. وان که دل بیدار دارد چشم سر، گر به خسبت برگشای سر به سر، سر به سر. گر تو اهل دل نهی بیدار باش، طالب دل باشه در پیکار باش. ور دلت بیدار شد میخواست خش، نیست قائم ناظرت از هفت و شش. میبینید خیلی جالبه، میگه ای بسا بیدار چشم خفته دل. میگه بعضیا خیلی آدم ها هستن چشماشون بیداره اما دلشون خوابه، خود چه بیند چشم اهل آب و گل. اونایی که اهل آب و گلن چشمشون اهل آب و گل، چیزی نمیبینن، هیچی، همه رزق و روزی دنیا و این در دیوارا رو فقط میبینن. وان که دل بیدار دارد چشم سر، گر به خسبت برگشاید سر به سر. دیگه اما اونایی که دلشون بیداره، حتی اگر چشم سرشون بخوابه، صد تا چشم بصیرت برشون بیدار هست، بازه و میبینن، در حال ظاهرا خواب هم دارن حقایق جهان هستی رو سیر میکنن. گر تو اهل دل نهی بیدار باش، طالب دل باش و در پیکار باش. اگه اهل دل نیستی بعد چشمات همیشه باز باشه، تا کی؟ تا وقتی که طالب دل شدی و در پیکار اون دل رو به دست میاری. بر دلت بیدار شد میخوست خش، نیست قائم ناظرت از هفت و شش. اما به وقتی که دلتو بیدار شد دیگه حالا میتونی راحت بگیری بخواب. چی؟ چشم سرت میخوابه اما هیچ چیزی از مثلا شش یا هفت جهت جهان هستی از تو غایب نیست و تو چشم دلت همه جا رو داری. بعد میگه گفت پیغمبر که خسبت چشم من، لی کی خسبت دلم اندر وسن. وسن یعنی در خوابناک. میگه پیغمبرم، پیغمبر اسلام همینو گفته، حدیثا میگه من چشم من میخوابه اما چشم دل من هرگز خواب نمیره، چشم دل من همیشه بیدار. شاه بیدار است حارس خفته گیر، جان فدای خفتگان دل بسیر. وصف بیداری دل ای معنوی، در نگنجد در هزاران مثنوی. دیگه شاه بیدار است و حافظ خفته گیر. حارس، حارس یعنی حراست کننده، یعنی نگهبان. دیگه شاه بیداره، حالا فکر کنم که نگهبانم خواب باشه، ظاهرا شاه هم بخوابه به صلاح نگهبان باید بیدار باشه، موزه به شاه باشه، ولی دیگه مهم اینه که شاه خودش بیداره، مهم نیست که نگهبان خوابش ببره. جان فدای خفتگان دل بسی، جای من فدای اونایی که خوابند ولی دلشون بیداره. وصف بیداری دل این معنوی، در نگنجد در هزاران مثنوی. میبینید بلافاصله که مولانا یه خورده بخواد بره تو مباحث عمیق‌تر، خودش ترمز خودشو چی میکشه، میگه به بابا این جریان بیداری ده خیلی عمیقه، تو این یک کلام و دو کلام و ده بیت بیست بیت بیت نمیشه صحبت، که هزاران مثنوی باید بگم تا شما متوجه بشید که بیداری دل یعنی چی. چون بدیدندش که خفته است، برگشت مولانا به داستان دوباره، رسید سراغ اون دو تا برادری که اومدن سراغ
موسایی که زیر درخت چی بود؟ خوابیده بود. دیگه چون بدیدندش که خفته است او دراز، بهر دزدی عصا کردند ساز. ساحران قصد عصا کردند زود، کس پسش باید شدن وانگه رو بود. اندکی چون پیشتر کردند ساز، اندر آمد آن عصا در اهتزاز. آنچنان بر خود بلرزید آن عصا، کان دو بر جا خوش گشتند از وجا. وجا یعنی وحشت و ترس. بعد از آن شد اژدها و حمله کرد، هر دوان بگریختند و روی زرد. رو در افتادند گرفتند از نهیب، قلتان منحذب اندر نشیب. پس یقینشان شد که هست از آسمان، چون که می دیدند حد ساحران. ببینید خیلی واضحه داستان دیگه. دیگه این دوتا یوشکی اومدن دیدن آره موسی خوابیده، حسا هم اون بغل روی زمینه، و گفتن خب الان فرصت مناسبی، از پشت یوشکی میریم و عصا رو میدوزیم برمیداریم. رفتم به محضی که آروم به عصا نزدیک شدن، یه مرتبه عصا از جا بلند شد، بزد اون اشتها و شروع کرد به حمله کردن به اینها، و اینها اونچنان وحشت زده ترسیدن و فرار کرد که از اون شیب تپه قلط قلطان کل ملق زنان به سمت پایین رفته، اصلا نتونستن روپا فرار کنن. بعد از آن اطلاق و تپشان شد شدید، بعد از آن اطلاق و تپشان شد پدید. کارشان تون نوز و جان کندن، نوز یعنی به حال مرگ افتادن. بعد از آن اطلاق و تپشان شد پدید، کارشان تون نوز و جان کندن. پس فرستادن مردی در زمان سوی موسی از برای عذر آن، که امتحان کردیم و بارا کی رسد امتحان تو اگر نبود حسد. مجرم شاهی ما را عفو کن، ای تو خاص الخاص در گاه ادا. عفو کرد و در زمان نیکو شدن، پیش موسی ساجد و دوتو شدن. میبینید این آقایون بعد از اینکه فرار کردن حالا تازه حالشون خراب شد، تب گرفتشون رو به حال مرگ افتادن، به حال مرگ افتادن، داشتن دیگه میمردن. یه فرستاده ای فرستادن پیش موسی که آقا ما غلط کردیم، ما جسارت کردیم که به شما نزدیک شدیم و گول خوردیم، ما مجبور بودیم، شاه از ما خواسته بود، ما مجرم شاهیم، او ما رو چیز کرد، وادار کرد این کارو بکنیم، خواهش میکنیم شما ما رو ببخش. و حضرت موسی هم خب بخشید و اونها حالشون در جا خوب شد و اونا آمدن و پیش موسی و ایمان آوردن به موسی که بود آقا ما میدونیم حد سحر رو ما دقیقا میشناسیم، شما ساحر نیستی، شما به یه جایی دیگه وصلی، این حرفا نیست که مثلا چشم بندی بکنی و توهم ایجاد بکنی و مثل ما مهتاب به تبدیل به پارچه بکنی بعد یارو ببینه مثلا پارچه نیست، مهتاب تو دستشون بود. از این حرف. گفت موسی عفو کردم ای کرام، گشت بر دوزخ تن و جانتان حرام. من شما را خود ندیدم، ای دو یار اعجمی سازید خود را ز اعتذار. همچنان بیگانه شکل و آشنا در نود آیی پیش پادشاه. ببینید موسی گفتش که کرام یعنی بزرگان، تو ای بزرگان من شما را بخشیدم و تن و جان شما بر دوزخ حرام شد، یعنی شما جزو رستگاران هستید. شما ایمان رو بردم به موسی و قبول کردم معجزه موسی. گفت شما از رستگاران هستید و تظاهر میکنیم و من تظاهر میکنم و شما هم تظاهر میکنید که من اصلا شما رو ندیدم، شما هم من رو نمیشناسید، به عنوان بیگانه در روز موعود به عنوان نماینده یعنی ساحر پادشاه بیایید و اون نمایش خودتون رو به اجرا بزنید، اون دعوا رو با هم را بندازید، مسئله ای نیست، من به شما مجوز دادم این کار رو بکنید. اعتذارم یعنی به عنوان عجمی سازید خود را ز اعتذار، یعنی ظاهر سازی کردن خودتون رو عجمی یعنی غریبه نشون بدید، نگید که ما رو من میشناسید. بعد اینا اومدن خب پس زمین را بوسه دادند و شدن انتظار وقت و فرصت میدن تا به فرعون آمدند آن ساحران، داودشان تشریف های بیکران. بعدهاشان کرد و هم
چین بداد بندگان اسبان و نقد و جنس و زاد. بعد از آن می گفت هین ای سابقان، گر فزون آیید اندر امتحان، برفشانم بر شما چندان عطا که بدرد پرده جود و سخا. جود یعنی به اصطلاح باز کرامت و بخشش، سخا باز یعنی هم یعنی مترادف این کلام یعنی بخشش. میگه این آقایون اون دوتا اومدن زمین رو بوسیدن و منتظر شدن تا روز موعود فرا برسه. رفتن پدیو فرعون رو خودشون معرفی کردن و فرعون هم خیلی تعبیرشون گرفت. همین اصلا پیشکش، هنوز جنگم برنده نشدن، بهشون نوکر داد، کلفت داد، اسب داد، ثروت داد، فرش داد، فلان داد و از این حرفا. بعد از این هم گفتش که اگر برنده بشین تو این مبارزه با این موسی و داداشش، من انقدر به شما جایزه میدم که پرده به قول معروف کرامت و بخشش پاره بشه. یعنی انقدر یعنی سنگینه وزن آنچه که به شما خواهد. پس بگفتن دش به اقبال تو شاه، پس بگفتن دش به اقبال تو شاه، غالب آیم و شود کارش تباه. ما در این فن سفتریم و پهلوان، کس ندارد پای ما اندر جهان. گه اینا به پولش گفتن بله، ما به فر رو به قول معروف اقبال شما، بخت و اقبال شما میریم، پیروز میشیم، پدر اینا رو در میاریم. ما سفتریم، سفتر یعنی شیر و پهلوان، هر دو معنی رو میده. گه ما تو این فن ما شیران این فن هستیم، یعنی آخر این کار هستیم و کسی نمیتونه در جهان با ما مبارزه کنه. یعنی یه جوری رجزخونی هم پدیه فرعون کردن که نظر فرعون رو به خودشون خیلی جلب. حالا بولانا خیلی جالبه، بولانا یکی ذکر موسی بند خاطرهاش، کین حکایت هاست که در پیشین بوده است. ذکر موسی بهر روپوش است، لیک نور موسی نقد توست ای یار نیک. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. تا قیامت هست از موسی نتاج، نور دیگر نیست دیگر شد سراج. این سفال و این فتیله دیگر است، دیگر نورش نیست دیگر زان سر است. گر نظر در شیشه داری گم شدی، زان که از شیشه است اعداد دویی. بر نظر بر نور داری واقعی، از دویی و اعداد جسم منتهی. از نظرگاه است ای مغز وجود، اختلاف مومن و گبر و جهود. دقیق اینجا نکته است. مولانا میخواد یه جنبندی کنه، یه نتیجه‌گیری کنه، یه درس بده. دیگه ببین، ذکر موسی بند خاطره‌ها شده است، این حکایت هاست که در پیش بوده است. دیگه ببین، قصه موسی شده قصه دیگه و یه حکایتیه که بله یه موسایی بوده، یه فرعونی بوده. این حرفا میشه با قضیه اینجوری برخورد کرد به عنوان یه قصه تموم شده. اما ذکر موسی بهر روپوش است، لیک دور موسی نقد توست ای یار نیک. یه ببین، اصلا این قصه موسی قصه است، اما پیامی که من برای شما دارم اینه که شما باید نور موسی را درک کنید، اون نوری که در وجود موسی است که بر اساس اون نور داره حرکت میکنه و مسیر یابی میکنه و به اون جایی که باید برسه میرسه. تو باید حواست به این نوره باشه. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصل را در خیش جست. میگه ببین، موسی و عمران، موسی و فرعون در وجود تو هستن. خب این موسی و فرعون کی هستن در وجود ما؟ فرعون نفس اماره ماست، متکبره، زورگوه، حق ناپذیره، به دنبال به سلام مادیات، خود بزرگ بینه و به سلام فکر میکنه که همه حقوق مال خودشه. اگه ولش کنه ادعای خدایی هم میکنه. این میشه فرعون وجود ما. و در ذهن یه موسی هم در وجود ما، اون وجدان ماست، آگاهی ماست، درسته؟ ایمان ماست و ذات نور الهی است که در قلب ما وجود داره. که این دوتا
در جنگ، مثل موسی و فرعون بیرونی، این دوتا هم در درون ما در حال جنگ است. تا قیامت هست از موسی و نتاج نور دیگر نیست، دیگر شد سراج. میگه حالا این نوری که من دارم صحبت میکنم، این نور معمولی نیست، چرا نور چراغ نیست، یه نور دیگه است. اون نور، نور معرفته، نه نور چراغ. این سفال و این فتیله دیگر است. قبلا یه ظرف سفالی بود، یه فتیله بود، توش روغن می‌ریختن، بعد اون فتیله رو آتیش می‌زدن، این میشه چراغ، می‌سوخت و تا وقتی که اون روغن تموم می‌شد. میگه این سفال و این فتیله دیگر است، لیک نورش نیست، دیگر زان سر است. می‌بینید؟ میگه اون نوری که من دارم صحبت میکنم، این فتیله و فلان نیستش، یه نور دیگه ایه. گر نظر در شیشه داری گم شد، زان که از شیشه است اعداد دوی. دیگه ببین، حالا من برای که این قضیه روشن بشه دقت کن، ببین دیگه، تو 100 تا گلابی داری، خب اگر تو 100 تا گلابی داشته باشی، خب 100 تا گلابیه دیگه، حالا تقریبا بعضا یه خود همشکلن، یه خود شکلاشون با هم متفاوته، یه خود سبزتر، یکی زردتر، یکی میتونه شیرین‌تر، یکی فلان باشه، اما این 100 تا گلابیه. اما اگه شما گرفتی این 100 تا گلابی رو، گرفتی توی دستگاه آبشو گرفتی، آب میوهشو گرفتی، دیگه 100 تا گلابی نیست، فقط یه آب گلابی. یعنی 100 تا گلابی میشه با همشون با هم میشن یه دونه، هیچ تفاوت. این 100 تا سیبه، این 100 تا سیب رو بگیری آبشو بگیری میشه یه آب سیب، هیچ دیگه شما این سیب ها رو اصلا قابل تشخیص نید در داخل این آب سیب، که این مال کدوم سیب بود، یکی مال کدوم سیب میشن، از کثرت به وحدت میرسن، همون خواص هم داره، همون چیزا هم داره، هیچ فرقی این آب هم آب. دیگه اگر تو به شیشه ها نگاه کنی، شیشه های به سر چراغ نگاه کنی، گم میشی، دچار دوییت و سییت و چهار و پنج میشی. اما اگر در نور نگاه کنی، اون وقت فقط یه نور میبینی. بر نظر بر نورداری وارهی از دویی و اعداد جسم منتهی. دیگه اگر چراغ ها رو همه رو، شیشه هاشون رو برداری و اینا همه نورشون برای یک کاسه بشه، دیگه تو یه نور کامل میبینی و دیگه بین این نورها نمیتونی تفکیک کنی که این چراغه مال اون چراغه، مال اون که چراغه، همه نورها با هم دیگه ادغام میشه. چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه که پیام به اصطلاح انبیاء الهی یکیست، اما در چراغ‌های مختلف متناسب با زمان‌های مختلف تجلی پیدا کرد. یه زمان در قالب نوح، یه زمان در قالب ابراهیم، یک زمان در قالب موسی است، یک زمان در قالب عیسی است، یک زمان در قالب زرتشت، یک زمان هم در قالب حضرت پیامبر. دیگه اینا همه‌شون اگر تو به ظرفاشون نگاه کنیم، یکیشون میشه مسیحی، یکی میشه موسوی، یکی میشه زرتشتی، یکی میشه فلان، یکی هم میشه مثلا مسلمان. اما وقتی که به پیامشون نگاه کردی و به اصل به اصطلاح پیامشون نگاه کردی، دیگه یکی رو گذشت کنار میره و فقط میشه تسلیم، تسلیم رضای خدا شد. و همین دلیل هستش که خداوند در قرآن میفرماید که ابراهیم مسلمون بود، موسی هم مسلمون بود، عیسی هم مسلمون بود، پیامبر اسلام هم مسلمون. یعنی چی بودن؟ یعنی تسلیم خاص خداوند بودن. و برای ما هم مسلمونیم، یعنی تسلیم خاص خداوند. ببینید در قرآن وقتی راجع به مسیحا صحبت میکنیم، میگه که با مسیحا مجادله نکنید، بهشون بگید بیای بر اساس آنچه که بین ما و شما مشترک است با هم صحبت کنیم و با هم وحدت داشته باشیم و دوست باشیم، آنچه که هر دوی ما به او اعتقاد داریم، با اون یگانگی خداونده و مثلا پیامبرانی که از روی خداوند. پس میگه از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گر وجود، اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد، در گذر از نام بنگر در صفات، تا صفات در ره نماید سوی ذات. میبینید میگه این که یکی میگه من جبرم، اون که من جهودم، اون میگه من نمیدونم یهودم، من زرتشتی هم، میگه این اختلاف ظاهره. مغزش این هستش که اگر به همدیگه خداوند در قرآن میفرماید که اونهایی که اهل کتاب هستن،
اگر بر آنچه که خداوند در کتابهای آنها بر آنها نازل کرده ایمان بیارند و عمل بکنند هیچ ترس و خوفی بر آنها نیست و میتوانند از رستگاران باشند در روز قیامت. خیلی به سرعتی در قرآن آمده به سرعت. پس مربنی میگه یه اختلافی اینجا وجود ندارد. حالا ساحران را نیک فرعون لعین کرد تهدید سیاست در زمین که ببرم دست و پاتان از خلاف پس در آویزم ندارم تون ما، او چنان پنداش کیشون در همان وهم و وهم یعنی خیال تخفیفند و وسواس و گمان. تخفیف از خوف میاد یعنی ترس و وحشت، وسواس هم که وسواس و گمان توهم. او چنان پنداش کیشون در همان وهم و تخفیفند و وسواس و گمان که بودشون لرزه و تخفیف و ترس از توهم‌ها و تهدیدات نفس. او نمیدانست کیشان رستند بر دریچه نور دل بنشستند، سایه خود را از خود دانستند، چابک و چست و کش و برجستند. این یه اشاره به قرآن کریم داره در سوره همین آل عمران که این ساحران میان و برها تو اون روز به اصطلاح این در قرآنه میان در اون روز و موسی هم از این برمیاد اونا هم از این برمیان و بعد دیگه که خیلی خوب شروع کنیم آقایون، بعد اون ساحرا چیز میکنن ادب رعایت میکنن برمیگردن به موسی میگن که آقا بله شما اول به اصطلاح میندازید یا ما اول بندازیم، اجازه میگیرن. یعنی این هم نشون میده که یه به اصطلاح قلب سلیمی هم از این نظرم داره. حضرت موسی میفرمایه که نه شما اول بندازید، اونا میندازن ریسمانهای خودشون رو مثلا چوبشون رو یا ریسمانش رو میندازن و تبدیل به مار میشن، همه وحشت زده میشن. حضرت موسی هم خیلی خونسرد چوب خودش رو میندازه، به معنی اینکه چوبو میندازه مار بزرگی میشه و شروع میکنه مارای اونا رو خوردن، مارای اونا رو میخورن و اونا چیز میشن دیگه، آچمز میشن به قول ترکا، اونا آچمز میشن و سحرشون باطل میشه و همه برای موسی هورا میکشن و اونا در مقابل موسی و هارون سر به سجده میارن و میگن که ما به تو ایمان آوردیم، تو از سوی خداوند هستی، چون ما حد ساحران را میشناسیم، تو ساحر نیست، بهش ایمان بیار. فرعون عصبانی میشه میگه بدونی که من به تو اجازه، اینا همه در قرآن هم. بدونی که من به تو اجازه بدم برید ایمان بیارید، بدون اجازه من ایمان بیارید، من پدرتون در میارم، دستتون و پاتون رو برعکس میبرم، نمیدونم به دار میزنمتون، چنینتون میکنم، چنانتون میکنم، از این حرف ها. اونا میگن که باز در قرآن میگن که ما از تو و از مجازاتی تو نمیترسیم زیرا که ما به امن خداوند پناه میبریم، در دامان امن خداوند پناه. یعنی ترس وحشت ایمان، ترس وحشت رو از ما انداخت و اونا این کارا میکنن، یعنی فرعون این کارا باشون میکنه، اما مهم اینه که نمیترسن. به همین دلیل هم میگه که فرعون خیال میکرد که اینا میترسن در حالی که اینها نمیترسن. یادتون هست یه بار اشاره کردم به که سعدی هم همین داستان هست دیگه، که گفت یه دونه خونده بودم قبلا یادتون باشه تو کلاس گفته بودش که یه پادشاه خیلی بدجنسی بود و ظالم بود، این حرفا، یه مرد بسیار عارف درویش مستقی بود، گفتن این خیلی آدم به اصطلاح با خدای و میارفا، این آدم ظالم هم بلند شد اومد سراغ این درویش. اول این درویش اصلا روش نکرد این وقت که به پادش رو نگاه کنه، بعد پادش رو گفتش که من اومدم خدمت شما، گفت حالا بفرمایید کارتون چیه، بدونی که اصلا بهش نگاه کنه، گفتش که اومدم که شما یه دعایی بسه من. این هم خیلی ساده برگشت گفت خدایا همین لحظه اینو بکشش. طرف خیلی ناراحت شد و گفتش که برد استایی من بگم من دعا کنتون بگه خدا بکشش، که اتفاقا بهترین دعا رو بسنده، چون هرچه تو زودتر بمیری اولا بار گناهان خودت کمتر میشه، عذابت کمتره تو دنیای آخرت و ضمنا مردم هم زودتر از شر تو راحت میشه. اینو ببین، یه آدمی که از مرگ وحشت نداره میتونه اینجوری حرف بزنه،
یه آدمی که به یک جای محکمی بسته. آدمایی که از مرگ وحشت دارن که به این دنیا بستن جرأت نمیکنن اینجوری حرف بزنن، که میگن منافعمون به خطر میفته، میزنتمون، میکشتمون. اونا از مرگ اصلا ترسی ندارن، چون میگن اگه تازه بمیریم میریم پلی خداوند و اونجا در بزرا معرض لطف خدا قرار. خب بعد میگه که اینا رو گفتم، میگه هاون گردون اگر صد بارشان خورد کوبت اندر این گلزارشان، اصل آن ترکیب را چون دیده اند از فروغ وهم کم ترسیده اند. توجه کردی؟ یه اگر به صلاح هاون این دور زمانه صد بار این آدم های مؤمن رو بکوب و لهشون بکنه، میگه چون اصل این ترکیب وجود رو دیدن از فروع و ترس کمتر میترسن، یعنی میدونن که اصل این دنیا اساسش بر هیچه، پس برابر این از دست دادن این دنیا هیچ چیز مهمی نیست و اینها به یک دنیای دیگه و به یک بسیار ریسمان محکمی دیگه بحث هستن که نمیترسن. یه دلیل این که اساسا پیامبران، بهتون اون دفعه گفتم، اساسا پیامبران همشون بندهای خدا دست خالی بودن، ابزار و ارتش و سلاح و این حرفا نداشتن، با دست خالی در مقابل طاغوتان زمان خودشون میستادند و در نهایت هم پیروز میشن. چرا؟ چون یک ابرقدرتی ماورایی حامی اینها بود. مثل کی؟ مثل اون فیله که بوی بچه خودش رو استشمام میکرد و مراقب بچهش بود. اون فیل همیشه مراقب این بندگان خوب خودش هست. خب حالا ببینید که اصلا کل اون ماجرا که گفتم، اون صحنه‌ای که اینا میان میبینن موسی خوابه، میخوان دست به اون اژدها بزنن، به اون چوبه بزنن، اصل ماجرا اونجاست. اون اصل ماجرا اینجا به اصطلاح جناب مولانا برای ما باز میکنه و توضیح میده که این خوابیدن و سحر بیدار بودن و نمیدونم سحر فعال بودن و نمیدونم خواب بودن و بیدار بودن چقدر قشنگ اینجا بیان میکنه. میگه که مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. این سبق یعنی چی؟ یعنی این راه، روش، این دین تو از بین نمیره. من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن را ز قرآن رافظم. رافظم یعنی دور کننده هستم. کسانی که میخوان قرآن رو کم و زیاد کنن، من اینا رو دورشون میکنم، نمیذارم دستشون به قرآن برسه. من تو را اندر دو عالم رافعم، خائنان را از حدیثت دافعم. رافعم یعنی من تو را اندر دو عالم رافعم، یعنی رفت دنده بالا برنده. من تو رو تو این دنیا و دنیای آخرت بالا میبرم. تا اینا اونایی که طعنه بر تو میزنن و میخوان که حدیث تو رو به اصطلاح تخریب کنن، سخنان تو رو تخریب کنن، سخنان تو رو مثلا مخدوش بکنن، من اونها رو، این طائنان رو دفعشون میکنم، نمیذارم به سخنان تو لطمه بزنن، نمیذارم به قرآن تو لطمه بزنن. من تو را اندر دو عالم رافعم، طائنان را از حدیثت دافعم. گر نتاند کس نتاند بیش و کم کردن در اون، تو به از من حافظی تو به از من حافظی دیگر مجو. رونقت را روزون افزون کنم، نام تو بر زر و بر نقره زنم. منبر و محراب سازم بهر تو، در محبت قهر من شد قهر تو. ببینی چقدر اطمینان بخش این سخنان که خداوند به پیامبر داره میگه. میگه ببین پیامبر، تو حتی خواب که هیچی، تو حتی اگه بمیری من این کتاب و معجزات تو رو چیکار میکنم؟ در پناه خودم حفظ میکنم، تو رو هم تو این عالم هم تو عالم عقبا بالا میبرم، نمیذارم دیگه طائنان، طعنه زنندگان سخنان تو رو به سر مخدوش کنن و تو بهتر از من حافظی نخواهید داشت، من تو رو حفاظت میکنم. بعد میگه رونقت رو روز روز افزون کنم، نام تو بر زر و بر نقره زنم. خیلی جالبه، میگه من رونق تو رو هر روز بالاتر میبرم، حقیقت دیگه، نام تو رو بر زر نقره میزنم، منبر و محراب سازم بهر تو، در محبت قهر من شد قهر تو. میگه من برات منبر و محراب میسازم،
نام تو از ترس پنهان می کنند، چون نمازارند پنهان می شوند. خفیه می گویند نامت را کنون، خفیه هم بانگ نماز ای زوفنون. از حراس و ترس کفار لعین، دین پنهان می شود زیر زمین. من مناره پر کنم آفاق را، گور گردانم دو چشم آب را. چشم آب یعنی چشمان آزاردهنده. چاکرانت شهرها گیرند و جاه، دین تو گیرد ز ماهی تا به ماه. تا قیامت باقیش داریم ما، تو مترز، تو مترز از نسخ دین ای مصطفی. میبینی خیلی جالبه، میگه یه زمانی بود پیغمبر پنهانی داشت هدایت میکرد مردم رو، یواشکی توی پستوها نماز یواشکی میخوندن، از ترس کفار میزدنشون ترورشون میکردن. یه دوره گرفتن 3 سال توی شبه ابو طالب اینا رو تحریم اقتصادی کردن، از این تحریمایی که ایران رو میکنن و الان روسیه و اینا رو دارن تحریم میکنن، همه رو به تحریم از تحریم میترسونن اینا. بعد میگه که بعد میگه که تو اصلا از این حرفا نترس، من مناره پر کنم آفاق رو. من خودم شخصا از آفریقای جنوبی، یعنی جنوبی ترین نقطه کره زمین، رفتم تا شرقی ترین نقطه کره زمین که چین باشه. من هم آفریقای جنوبی بعدم تا غربی ترین نقطه کره زمین که آمریکا باشه و کالیفرنیا، و تا شمالی ترین نقطه زمین که آلده کانادا اون طرف باشه. من اینجا رو رفتم و همه جا اسلام بوده، انصافا همه جا اسلام بوده، مسجد بوده، منبر بوده، مناره بوده و نام پیامبر بوده و اونها داشتن، یه دهی داشتن پراکتیس میکردن اسلام. ولی خدا دروغ نگفته و گفته من مناره پر کنم آفاق را، پور گردانم دو چشم آقا، چاکران شهرها گیرند و جا، دین تو گیرد زماهی تا به ما، تا قیامت باقیش داریم ما، تو متر از نسخ دین ای مصطفی. ما عبادتش میکنیم. الان هم میدونید که میگن دین اسلام پر سرعت ترین در رشد، پر سرعت ترین دین است که در روی کره زمین وجود داره. بعد میگه ای رسول ما، تو جادو نیستی، صادقی، هم خرقه موسی استی. ببین وستش میکنه، میگه تو همون خرقه موسی بر تن تو هم هست، هست قرآن مر تو را همچو عصا، کفرها را در کشد چون اژدها. میگه عصای تو قرآن توه که کفرها را میخوره از بین میبره. گرچه باشی خفته تو در زیر خاک، چون عصا آگه بود آن گفت پاک، قاصدان را بر عصایت دست نی، تو بخست ای شه مبارک خفتنی، تن به خفته نور جان در آسمان، بهر پیکار تو زه کرده کمان. فلسفی بانچه پوزش می کند، یا فلسفی بانچه پوزش می کند، اوس نورت تیر دوزش می کند. فلسفی و آنچه پوزش می کند، اوس نورت تیر دوزش می کند. آنچنان کرد و از آن افسون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. چقدر قشنگ میگه ای رسول ما، تو جادو نیستی، میگه تو ساحر نیستی، صادقی، هم خرقه موسی نیستی، تو از جنس موسی هستی، هست قرآن تو را، هست قرآن مر تو را همچو عصا، قرآن عصای توه، معجزه تو، کفرها را در کشد چون اژدها، کفرها رو مثل اژدها میخوره. گرچه باشه گفته تو در زیر خاک، چون عصا آگه بود آن گفت پاک. دیگه اگه تو خفته ای، حتی نه روی زمین، زیر خاک خفتی، اما عصای تو آگاهه. میدونید این گفته پاک تو که قرآنه آگاهه و بیداره. قاصدان را بر عصایت دست نیم، اونایی که قصد دارن که به اصطلاح عصای تو رو از بین ببرن، قرآن تو رو از بین ببرن، نمیتونن دست رو بزن. چون من مواظب شدم. تو بخست ای شه مبارک خفتنی، تو بخوام، نگران نباش، من مواظبم، تن بخفته دور جان در آسمان، بحر پیکار تو زه کرده کمان. میگم بحر پیکار تو زه کرده کمان، این موضوع جالبیه ها. میگه تو خوابیدی ولی نورت در آسمان هست. این زه کردن کمان یه اصلیه در شاهنامه که پهلوانان وقتی میخواستن برن به جنگ، فقط اون موقع اون کمان خودشون رو زه بهش میزدن. یعنی چی زه؟ اون بندیه که
به دو نوک کمان به هم وصل میکنه که تیر رو میذارن و به وسیله اون تیر رو پرتاب میکنن. برای اینکه خاصیت ارتجاعی این به اصطلاح زه از بین نره، در حالت عادی هیچ وقت این رو به کمان وصل نمیکرد، همطور بود. فقط وقتی که مثلا برن شکار یا وقتی که میخواستن برن به جنگ این زه رو میکشیدند و به نوک کمان وصل میکردن که این زه محکم به کمان چسبیده و خاصیت ارتجاعی هم داشت و اینو میتونستن بکشن و مثلا تیر رو باش پرتاب کنن. اینو میگه که نور تو، نور به اصطلاح معرفت تو در آسمان جهان هست و به اصطلاح آماده جنگ. بعد میگه فلسفی و آنچه پوزش میکند قوس نور تیر دوزش می کند. قوس نور، قوس قزل رو در نظر بگیرید، قوس رحمان به اصطلاح، قوس قزل در میگه که دهن اون فلسفی ها رو که میخوان مثلا با استدارهای آنچنانی به قول معروف ایمان رو در دل مردم از بین ببرن، با تیر دهنشون رو میبنده. آنچنان کرد و از اون افسون که گفت او بخفت و بخت بالش نه. خداوند به وعده خودش عمل کرد و میبینید که پیامبر فوت کرد، اما افکار پیامبر همچنان باقی است و الان بالای 1,400,000,000 نفر انسان مسلمان در جهان هستند. بعضی هم خیال میکنن که حالا داره مثلا دین و اینا از بین میره، ولی اشتباه میکنن، دین هرگز از بین نخواهد. من یه استراتی به شما بدم، بعد این قصه خیلی قشنگ مارگی رو براتون توضیح بدم. فعلا اجازه بدید. داستان مارگیر که اژدهای افسرده را مورد پنداش در رسنها پیچیده به بغداد آمد. یادتون باشه محوره این داستان هایی که داریم میخونیم توی این 3-4 داستانی که اومدیم تا اینجا، یه محور کیش شخصیت وجود داره، محوریت کیش شخصیت. همیشه آدمایی که یا مثل اون شغاله بودن، خودشون رو فکر میکردن رنگین شدن، ادعای مثلا طاووسی میکردن، یا مثل اون داعتیه بودن که در باغ سبزشون میدادن خودشون رو بزرگ و به اصطلاح سخاوتمند نشون میدادن، ولی در عمل چهره دیگری داشتن. یا مثل فرعونی بودن که فکر میکردن چون جاه و مال دارن میتونن ادعای خدایی کنن، اما در واقع فرزندان در واقع همون شغال ماده بودن که فقط توهم اینو داشتن که انسانهای بزرگی هستن. و و و حالا میایم سراغ این داستان. در همین محوریت کیش شخصیت فوق‌العاده داستان جذابی این داستان، نمیدونم آشنا هستید یا نه، ولی اجازه بخونیمش ببینید چقدر این داستان گویاست و به همه ما برمیگرد، به تک تک ماها که تو این جلسه و بقیه انسان‌ها. داره میگه یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تابری زین راز سرپوشیده بود. مارگیری رفت سوی کوهسار تا بگیرد او به افسونهاش مار. گر گران و گر شتابنده بود، آنکه جوینده است یابنده. در طلب زن دائما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است، یا در راه نیکو رهبر است. لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب، سوی او میغیژ و او را میطلب. ببینید در به قول معروف این صحنه که به اصطلاح تا اینجا دو تا جمله این جناب مولانا راجع به چی صحبت میکنه، قصه رو میگه که یه نفر یه مارگیری بود رفت داخل کوهسار مار بگیره، بیاد معرکه بگیره با این مارگیری میگه. بعد بلافاصله یاد یه چیزی میفته، میگه که ببین آقا هر کی جوینده است بالاخره یابنده است، جوینده یابنده است، و تو باید در ابتدا به اصطلاح طلب داشته باشی، اراده یافتن رو داشته باشی، خاص رو داشته باشی، بعد خداوند تو رو در مسیر درست هدایت میکنه. بعدم میگه که مهم نیست لنگ و لوک و خفته شکل و بیادب، مهم اینه که سوی او میخیش و او را میطلب، یعنی حقیقت رو دنبالش برو
آداب و این حرفا نمیخواد، فقط همینقدر که خواهان باشید چون ما درون را بنگریم و به اصطلاح حال را، نه برون را بنگریم و حال را. ما به ظاهر و نوع کلمات تو کاری نداریم، همینقدر که ببینیم که تو خواهان هستی اون رو بهت میدیم، اون چرا که دنبالش هستی بهت میدیم. مثل اون درویشی که در مقابل حضرت کی موسی قرار گرفت. خب او همین جسی یکی مار شگر گرد کوهستان در ایام بعد اجدها و این مورد دید آنجا عظیم که دلش از شکل او شد پر زبین. مار گیرند از زمستان شدید مار می جست اجدهای مورد دید. میبینید این آقا رفته بالای کوهستان، مثل الان توی این کوهستان های اطراف اورنج کانتی میبینید برفه، من میرم کوهنوردی میبینم مردم اونجا برفه، اینجا خیلی به اون شکل هوا سرد نیست ولی روی کوهستان برف نشسته. شما برید بیگ بر مثلا میگن یه متر، یه متر و نیم، دو متر برف اومد، ولی خب اینجا هوا خب نسبتا گرم و اونقدر سرما نیست. برحال ایشون رفته تو کوه، دیده که دنبال مار میگشت. میدونید که مارم چون خون سرده تو هوای سرد لخت به لمبره میشه. اونجا میبینی یه مار اونجا افتاده مرده، مار بزرگ هم بهش گفتن اجدها، خوشحال میشه دیگه، یه مار گنده بده کرده. مارگیر از بحر حیرانی خلق مار گیرد این نادانی خلق. آدمی کوهیست چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. خیشتم نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیشتن بر دلق دوخت. صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. ببینید مولانا دو مرتبه سه خط قصه گفته، چهار پنج خط داره درس رو ما میده. ببین این یارو رفته بالای کوه دنبال مار، بعد بیاد معرکه بگیره ملت بیان مار تماشا کنن، در حالی که این اصلا نادانیه. مار تو کوهستان زندگی میکنه، انسان اونقدر مقامش بالاست که مثل کوه میمونه. مارها تو شکمه به اصطلاح این کوهستان، یعنی مار در مقابل کوهستان یعنی هیچه، صفره، مثل یه سلوله در مقابل مثلا یه پیکر چه میدونم فیل، یه نهنگ، اینجوریه دیگه. میگه چطوریه که انسان با این همه مقامی که خداوند او را آفریده، همه به اصطلاح عالمیان را جمع کرده که بیاین به این آدم سجده کنید، همه حیران دیدن خدا انسان هستن، در مقابل انسان سجده میکنه. حالا انسان به مقامی رسیده که همشه میره مار تماشا کنه. ما از کجا به کجا نزول کردیم؟ خب صد هزاران مارکو حیران اوست، او چرا حیران شده است و ما نیست. ما نخستین فطرت فردوسی میگیم که نخستین فطرت حسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. تو را از دو گیتی برآوردن، به چندین میانجی بپروردن. نخستین فطرت حسین شمار توی خیشتن را به بازی مدار. نخستین فطرت یعنی تو بالاترین فطرت رو در جهان هستی داری، آخرین موجودی هم هستی که خداوند تو رو آفرید، یعنی بهتری موجود خداوند. خودتو به بازی نگیری یا دست کم نگیری یا، ولی ما دست کم گرفتیم. خب مارگیر آن اژدها را برگرفت، سوی بغداد آمد از بحر شگفت. اژدهایی چون ستون خانه ای می کشیدش از پی دانگدانه ای. اژدهای مرده ای آوردم، در شکارش من جگرها بودم. این آقا مارگیر بود و معرکه گیر بود. یادتون میاد اون قدیما ما تو تهران بچه بودیم، یادم میاد ما خیلی بچه بودیم، البته شاید من مثلا 7 8 سالم بیشتر. اون زمان من دیده بودم مارگیر که معرکه میگرفت و مار می آورد و به اصطلاح مارا رو از اول از خطرش و این حرفا صحبت میکرد که مار خطرناکه و همه رو خوب میترسون، بعد از داخل این جعبه میزد کنار، ماره میومد بیرون و میشست ماره اینجوری نگاه میکرد و اینم یه خود باش بازی میکرد و بعد پول جمع میکرد. این به سبب نمایشش. خب میگه من خیلی زحمت کشیدم تو بغداد. میاد میگه من خیلی زحمت کشیدم و یک مار بزرگی که مانند ستونی یک خانه است با خودم آوردم، ملت بیاین جمع بشین.
او همین مرده گمان بردش، او همین مرده گمان بردش، ولی زنده بود و او ندیدش نیک نیک. او ز سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. عالم افسرده است و نام او جماد، جامد افسرده بود ای اوستاد. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جان جهان. میبینید باز دو مرتبه مولانا یه دو بیت شعر گفته، بعد داره به ما چیکار میکنه؟ درس اخلاق دیگه. که این مورد ظاهرا مرده بود، سرما بود، به خواب رفته بود. این آقا خیال میکرد که مرده، دقت کنید، خیال میکرد که این مرده. پس بنابراین بعدش اوورد، بعد مولانا میگه ببین این دنیا رو میبینی؟ ما میگیم جامده، جماده، مرده است، احساس نداره، زمین نمیدونم، خاک، زمین، خاک، سنگ، این حرفا، اینا مردن، جون ندارن، فهم ندارن، شعور ندارن. اما مولانا میگه که جمله اجزاء زمین و آسمان، با شما گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. میگه تمام ذرات عالم از سنگ و کوه و درخت و این حرفا همه آگاهن و فهم دارن، شعور دارن، میبینن، میشنون، منتها با کسی صحبت میکنن که زبونشون بفهمه. میگه این درختانن همچون خاکیان، دست ها برکرده اند از خاکیان، با زبان سبز و با دست دراز، از زمیر خاک میگویند راز. کسانی زبان این درخت ها رو میفهمن که دلشون با درخت یکیه، بصیرت درخت رو دارن و از روی قیافه درخت درک میکنن که درخت چی داره میگه، من با چه کمبودایی تو خاک مواجهم، از ضمیر خاک میگویند. برحال اینطوریه. پس میگه که حواستون باشه تا خورشید هشت آیت عیان، تا ببینید جنبش جسم جهان. این یک سبقه قرآنی داره که میگه در روز قیامت زمین به شهادت میپردازد، زمین سخن میگوید، آسمان سخن میگوید، همه اجزای عالم سخن میگوید و شهادت میدهند به یگانگی خداوند و به آنچه که در اونها اتفاق افتاده. خب این شعر خوندم براتون، جمله ذرات فرد. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید، از جمادی در جهان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تعبیرها برواید. ببینید دیگه که شماها تا وقتی که به دنیا به عنوان یک جسم جامد نگاه میکنید، نمیتونید مثل سعدی باشید که بگه بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداعی، هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد، داند که سخت باشد قطع امید. با ساروان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شطور نبندد محمل به روز باران، بگذاشتن ما را در دیده آب حسرت، گریان چو در قیامت چشم گناهکاران. ببینید میگه حتی سنگ از فراق می ناله، برخواست فقان آخر از استون حنانه. مولانا میگه اون ستون حنانه فقان کرد، گریه کرد، زاری کرد در فراق پیامبر، سنگم در فراق دوست چگاه میکنه؟ گریه و زاری. اینو میبینن. من و شما، البته شما که چشمم بنده حقیق، نمیتونم این فریاد سنگ رو بشنوم، نمیتوانم گریه درخت رو ببینم. خب دیگه که حالا از جمادی اگر در جهان جان بروید، یعنی با چشم جان حالا دیگه به دنیا نگاه کنید، اون وقت قلقل اجزای عالم رو میشنوید که چه هیاهویی در این عالم وجود داره. بعد دیگه این سخن پایان نداره، مارگیر میکشید آن مار را با صد زهیر، زهیر ناله. یادتون باشه ببینید مولانا همینطور که داره شعر میگه الهامات هم بهش داره میشه، حواستون هست؟ این شعرها رو داره میگه، ولی همینطور که داره تصویر سازی میکنه برای ما، قصه میگه، تمام اون مفاهیمی که پشت سر این کلمات نمادین در قصه هست رو برای ما چکام کنه؟
بیان میکنه و تون تون میگه. میگه این داستان جان جهان و جماداتی که جان دارن، جهانی که حس داره، این پایان ناپذیره. خیلی حرف میشه ولی بریم سر قصه. آقای مارگیر این مار رو با هزار سختی داره با خودش حمل میکنه، مارم گنده سنگینه، میره مثلا به سمت پایین. میگه این سخن پایان ندارد، مارگیر میکشید آن مار را با صد زهیر، زهیر هم گفتن با ناله و سختی، تا به بغداد آمدن هنگام خواب، تا نهد هنگامه ای بر چهارراه، بر لب شط مرد هنگامه نه، قلقله در شهر بغداد. مارگیری اژدها آورده است، بلعجب نادر شکاری کرده است. هیچی ولوله افتاد توی شهر که آقا بیاین تماشا که یه مارگیر رفته، یک ماری آورده که اصلا اژدهاست از بزرگی، تماشاییه، ملت بیاین برای تماشا. ملت هم جمع شد، جمع آمست هزاران خامریش، خامریش هیچی آدم های ناآگاه، جمع آمست هزاران خامریش، سید او گشته چو او از ابلهیش، منتظر ایشان و او هم منتظر، تا که جمع آیند خلق منتشر. جمع آمست هزاران جاش خام، جاش خام این آدم های بیگان، حلقه کرده پشت پا بر پشت پا. میبینید که ملت به هم دیگه خبر دادن، حرف پیچیده تو شهر، ملت هم دور به صلاح این هم رفته لب دجله و فرات زایم، اونجا بساطشو پنگ کرده و صد هزار تا آدم جمع شدن که بیان این مار رو تماشا کنن. صد هزار آدمی که به اصطلاح تمام عالم هستی بعد بیان اونها رو تماشا کنن، اما اونها هم بودن مار تماشا کنن. اژدها که از زمهریر، زمهری یعنی سرما، خب زمهری سرما، به اصطلاح منطقهی که به اصطلاح سرسیره و یخبندان، میگن زمین، میگن توی حالا این دیگه الله حدیثه، میگن که سیدها رو توی به اصطلاح چیز روز قیامت تو آتش جهنم نمیسوزنن، میفرستنشون تو زمهری، نمیسوزنشون ولی اونجا اونجوری از سرما شگفتشون، اگر خدای نکنه آدم باید. البته حالا این دیگه حرف عوام، اما زمهری یعنی منطقه سرسی. اژدها که از زمهری افسرده بود، زیر صد گونه پلاس و پرده بود، بسته بودش با رسنهای غلیظ، احتیاط کرده بودش آن حفیظ، حفیظ هم یعنی کسی که حفاظت می کند، و از قلوب و خلق و مکس و تمتراق، تاف بر آن مار خوشی گرا، آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اجزای او اخلاط سر، مرده بود و زنده گشت او از شگفت، اژدها برخیش جنبیدن. میبینید خوب دقت کنید، اینا همه نکات ظریف توش داره. میگه که این آقای مارگیر علی‌رغم این که تصور کرده بود که به اصطلاح این ماره مرده است، اما به هر حال تمهیدات حفاظتی و حراستی رو هم انجام داده بود، پلاس ملاس بهش بسته بود، نمیدونم چیز با تناب منا و مثلا بسته بودش و از این صحبت ها، ولی وقتی که اووردش در به اصطلاح چیز اوورد تو منطقه و گذاشتش رو زمین و آفتاب گرم بغداد حالا دیگه بهش خورد و دیگه از اون سرماهای شدید بالای کوه دیگه این بیرون اومده بود، آروم آروم گرمای خورشید این آقای اژدها چی شد؟ زنده شد و شروع کرد به جنب. خب اژدها هم اژدهای بزرگ و خطرناک، مردم چی شدن؟ وحشت زده شدن. خب خلق از جنبش آن مرده ما گشتشان آن یک تحیر صد هزار، با تحیر نعره ها انگیختن، جملگان از جنبشش بگریختن، می گسست او بند و زان بانگ بلند، هر طرف می رفت چاق و چاق بند، بندها بگسست و بیرون شد ززیر، اژدها و زشت قران هم چشید، در هزیمت پس خلایق کشته شد، از فتاده کشتگان صد کشته شد. میبینید این ماره وقتی که آفتاب گرم بغداد بهش خورد و زنده شد و به حرکت در اومد و شروع کرد به غرش کردن، این مردم از وحشت فرار کردن و عده زیادی اصلا زیر دست پا کشته شدن،
بی زحمت اولین کسی که کشته شد و مار او رو از بین برد، خود مارگیر رو از همه زودتر از همه از بین برد. بعد از اون هم حمله کرد به سمت مردم و عده کسری از مردم چی شدن؟ بندهای خدا از بین برد. مارگیر از ترس بر جا خوش گشت، به چه آوردن من از کبسا بودن؟ اجده ها یک لقمه کرد آن گیج را، سهل باشد خون خوری حجیج را. حجیج یعنی خوری. بستمه هم خیش را برباد داد، گفته شد و الله اعلم به صدا. صد هزاران خلق زجدرهای او در هزیمت کشته شد از رای او. ببینید خود مارگیر متعجب و حیرت زده کش شده در جای خودش که چی بود این و چی شد یهویی تو این حیث بیس گیج و گولی و تحیر. اول کسی که خورده میشه وسیله مار خود آقای مار گیره و بعدم از طمعی که داشت طبیعتا مار عده زیادی رو هم از بین میبره و نابود. خب بعد مولانا حالا میخواد جنبندی کنه، میگه نفست اژدرهاست او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. چه تمثیل زیبایی آورده و اون هوای نفسی هاتون بیاد گفتش که موسی و فرعون در نفس تو هستن، در وجود تو هستن. موسی تو وجدان تو، آگاهی تو، ایمان تو، عشق تو، اما فرعون تو مثلا نفس تو، تکبر تو، غرور تو. گوش میدیم یه نفس از اژدرهاست او که مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو. آنگهان بنیاد فرعون راه صد موسی و صد هارون زند، کرمک از این اژدها از دست فقر. پشه‌ای گردد ز مال و جاه صقر، اژدها را دار در برق فراق. این مکش او را به خورشید عراق. این دو و چهار پنج بیت قلب داستانه و قلب تمام قصه هایی است که از قبل تا به حال گفتیم. دقت کن، میگه نفس از اژدرهاست او کی مرده، میگه نفس تو مثل او اژدها هست، از غم بی آلتی افسرده است. اگر تو میبینی کبر و غرور نداری و بردارم نمیکنی، برای که ابزار نداری بنده خدا، ابزار نداری. این مار تو در سرمای فقر و در سرمای عدم داشتن امکانات و آلت ابزار یعنی چیه؟ خابیده، کاری نمیتونه بکنه. در بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو. اگر اینم اگر تو هم مثل فرعون بشی و قدرت اینو داشته باشی که بدون فرمان تو آب در جو حرکت نمی کنه، آنگهان بنیاد فرعون راه سر موسی و هارون برزند. یعنی اون موقع هستش که نفس تو هم مثل اون اژدهای آفتاب گرم بغداد بهش میخوره و مثل فرعون میشی، مثل نمرود میشی، مثل چه میدونم دیگران بزرگانی که به سراغ همیشه هیتلر میشی، چنگیز میشی و و و و دیگرانی که از این به سراغ دست میشی. کرمک هست این اژدها از دست فقر، پشه ای گردن زمال و جا سقر. سقر یعنی شاهد. بگه یه پشه به اون کوچولویی از مال و جا. یادتون میاد یه جای دیگه هم گفت فرعون همون یه دونه شغال زاده بود، اما در خم رنگ جاه و مال و قدرت قرار گرفت، ادعای طاووسی میکرد. طاووسیش چی بود؟ میگه من خدا هست. بس میگه که یه پشه هم با جاه و مال دچار چی میشه؟ کبر و غرور میشه و ادعای شاهینی میکنه. بعد دیگه اژدها را دار در برف فنا، این مکش اون را به خورشید عراق. بگه اژدهای نفست رو در برف فراق، دوری از جاه و مقام و فلان میسان نگه دار، تا مبادا گرمای خورشید عراق بهش بخوره و این اژدها در بود شما جنبیده کنه. واقعا این حقیقت ها بهتون بگم ها. ببین یه زمانی یه جوون 18 ساله‌ای به اسم آقای ایکس
توی دانشگاه داره درس میکنه، لاغر مردنی جوان کوچولوی 18 سالشه 19 سالشه میره دانشگاه میشه آقای مهندس، بعد میشه آقای سر مهندس، میشه فوق لیسانس، بعد میشه آقای دکتر، بعد مثلا میشه رئیس پروژه، میشه استاد دانشگاه، میشه آقای مثلا استاد، میشه پروفسور، مثلا مقامات عالی میرسه. بعد یه 4 تا دانشجو جلوش مثلا عزت و احترام میکنن، استاد بفرمایید، استاد همه ساکت بشین ببین استاد مثلا چی میگه. همینطوری ببین این همون آفتاب گرم بغداده که داره به وجود این طرف میخوره. خدایی نکرده اگر ظرفیت نداشته باشه، خدایی نکرده اگر ایمان و اعتقاد لازم نداشته باشه، این همون فرعون میشه دیگه. یه دفعه یهو به خودش میاد که میبینه که داره به دیگران میگه من اینجا نشستم دارم صحبت میکنم، تو کی هستی که حرف میزنی؟ این همون آفتاب گرم بغداده که اون اژدها رو چیکار کرده؟ بیدار کرده. به دانشجوی توهین میکنه، به دیگران توهین میکنه با نگاه خدایی نکرده از بالا به پایین. الان داشتم دوستان میگفتن طرف شاعره، از بالا به پایین دیگران نگاه میکنه. حالا چرا از بالا به پایین به مردم نگاه میکنه؟ برای که دوتا کتاب نوشته، دوتا دیوان نوشته، تو دوتا روزنامه باهاش مصاحبه کرده، تو دوتا اینترویو تو تلویزیون اومده، شده سلبریتی. خیال میکنه که حالا دیگه همه عالم و آدم بیشعورن و نه از علم و نه از دانش و نه از ادبیات و نه از احساس و نه از سج و قافیه و هیچی سر در نمیارن. ایشون روشن فکر جهان هستی. توجه کردی؟ این همون به اصطلاح اون کرمکیه که حالا تبدیل به اژدها میشه و قاعدتا اول خود طرف رو بعد آثارش به دیگران میرسه. حافظرده میباید آن اژدها لقمه اوی که او یابد نجات. مات کن او را و ایمن شو ز ما، رحم کن نیست او از اهل صلات. صلات صلات این نماز بوده. تو طمع داری که او را بی جفا، بسته داری در وقار و در وفا. هر کسی را این تمنا کی رسد، موسی باید که اژدرها کشد یا کشد یا کشد سعیده. میگه که تا یادتون میاد توی داستان موسی گفت موسی این اژدها دنبالش را میومد، فرعونی ها همه میترسیدن. وقتی میرسی به محله یهودا که اونجا حالا یهودی ها زندگی میکردن، دست میکرد گلوی اژدها رو میگرد، تا گلوی اژدها رو میگرد تبدیل به چوب میشد عصای موسی. تازه بهش تکیه هم میکرد، باهاش هم برگ درخت رو میتکون که گوسفنداش بخورن، و هزار یه جور خدمت هم به موسی میده. میگه که تا زمانی که این اژدهای نفس تو فسرده از خوابیده، خب خوابیده و تو راحت است، اما به معنی که بیدار شد و نجات پیدا کرد و آزاد شد، بدون که تو لقمه او میشی، اون تو رو نابوده میکنه و باید او رو مات بکنی و به اصطلاح در بازی شطرنج زندگی او رو مات بکنی و در گوشه نگهش بذاری و نذاری که تکون بکنی، که شما تش بکنی داره. بعد میگه که تو طمع داری که او را بی جفا، بسته داری در وقار و در وفا. میگه حالا تو خیال کردی که همینطوری به راحتی میتونی این اژدهای نفس خودتو کنترل کنی و نذاری که جنبش بکنی؟ نه آقا جان، اینجوری نیست، باید خیلی رو خودت کار کنی که بتوانی اون اژدها رو در تو کنترل در بیاری. مثالش چه اینه؟ هر کسی را این تمنا کی رسد، موسی باید که اژدها کشد. میگه هر کسی نمیتونه به این مقام برسه که اژدها رو نابود کنه، یه موسی میخواد که بتواند به اصطلاح اژدها رو نابود کنه، بتواند یقه اژدها رو بگیره و آنها رو تبدیل به چوبش بکنه. اونم هم لطف الهی شاملش هست و هم این که خودسازی به اصطلاح عبادت، روزگیری، نمیدونم راستگویی، صداقت، پاک کردن دل از به اصطلاح ناخالصی ها و به اصطلاح اون احساس شاعرانه داشته. اینها هستش که انسان رو به موسی تبدیل می‌کنه. همه ای ما این امکان رو داریم به شرطی که چیکار کنیم؟ رو خودمون کار بکنیم. من برای امشب دیگه کفایت مذاکرات اعلام می‌کنم و امیدوارم که همه شما موسی های زمان خودتون